سلام عرشو جناب دکتر. سلام، حال شما چطوره؟ شما خوبین؟ ممنونم. خوبید شما؟ ممنونم. پس من با اجازهتون دوربین رو برگردونم. بله. یک لحظه. آها. خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و جناب آقای دکتر مهدی نصر اصفهانی، استاد برجسته و روانپزشک محترم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مجری طرح تدوین پیشنویس قانون سلامت روان کشور. خیلی خوشحال هستیم که با موضوع نگرشی بر لایحه حمایت از بیماران روانی، ضرورت‌ها و چالش‌ها در خدمت جناب استاد هستیم. من خوش آمد میگم به همه دوستانی که دارن ما رو تماشا میکنن. به روال روزهای گذشته از همینک میتوانید پرسش‌های خودتون رو حین بس از طریق دایرکت انجمن حقوق شناسی برای بنده ارسال کنید و خوشحال میشم پرسش‌های شما رو که مطمئناً طولانی هم نیستن رو با جناب استاد در میان بگذارم. آقای دکتر نصر اصفهانی، بنده در خدمتون هستم. خواهش میکنم. من هم خدمت شما و جناب آیت الله بشیری عرض سلام و ادب دارم، خدمت شنوندگان شما هم عرض سلام دارم. ان شاءالله که موفق باشید و این تلاش گسترده ای رو که شروع کردید ان شاءالله مثمر ثمر باشه. من در خدمتتون هستم. اگر اجازه بدید بحث رو شروع بکنم و یه مقدمه‌ای رو عرض بکنم، بعد در خدمت عزیزان باشیم. اگر سوال و جوابی باشه بتونیم بدیم. ببینید، واقعیت از یه اینه که من همواره با یه سوال جدی هم از طرف همکاران خودم، روانپزشکان و روانشناسان، و هم از دیدگاه همکاران حقوقدان مواجه بودم که خب چه ضرورتی وجود داره برای اینکه ما قانون رو تدوین بکنیم و اصلا قانون داشته باشیم؟ مگر مشکلی وجود داره اینجا؟ این از طرف عمدتا همکارانی که روانپزشک بودن یا بعضا روانشناس بودن منتقل می شد. از طرف عزیزان حقوقدان هم استنباط اونهایی که ما باشون در تماس بودیم و درگیر باشون بودیم این بود که خب یه سری قوانین وجود داره در قوانین موجود کشور ما و ضرورتی برای به اصطلاح تدوین قانون جدیدی وجود نداره، به اضافه اینکه یک دیدگاه و یک نگرش متاسفانه منفی نسبت به بیماران روانی وجود داره که خب اینا نیاز به قانون ندارن، اینا در حقیقت مهجور هستند یا مجنون هستند و نیازی به قانون ندارن. واقع قضیه اینه که اینجور نیست و توی حدود تقریبا نزدیک به 16-17 سال که این فرایند تدوین قانون سلامت روان یا الان لایحه حمایت از بیماران مبتلا به اختلال روانی که لایحه‌اش الان تقدیم مجلس شده است، این ضرورت رو بیش از پیش ایجاب کرده. چرایش روشنه. واقعیتش اینه که اگر نگاه بکنیم از نظر منابع جهانی به خصوص WHO، میبینیم که بیشترین فشار در جامعه جهانی کلن متوجه بیماران روانی است، علاوه بر این که انگ یک بیماری شدید روانی رو بردوش میکشن، اونها رو معمولا جدا میکنن و مزایای یک شهروندی رو ازشون میگیرن، خدمات درمانی مناسبی بهشون نمیدن و سوء استفاده جسمی و جنسی حتی از اونها بسیار زیاد میشه در دنیا. و این آمار نیست که من خدمت شما میگم، این آمار سازمان جهانی بهداشت تو کشورهای مختلف. به همین دلیل نهضتی از اواسط قرن بیستم در دنیا شکل گرفت که بتونه قوانینی رو وضع بکنه که به نوعی دفاع از حقوق حداقل شهروندی این بیماران باشه.
من مایلم که در ابتدای تفکیکی بکنم، چون این سوالی هست که ذهن بسیاری از عزیزان رو ممکنه آزار بده. وقتی میگیم قانون حمایت از بیماران روانی، منظورمون کلیه بیماران نیست، چون شیوع بیماران روانپزشکی در جامعه بسیار بیشتر. بسیاری از اونها توانایی انجام کارشون رو دارن، میتونن کارشون رو اداره بکنن و مشکلی از نظر دفاع از مساله شخصشون ندارن. میمونه بیمارانی که بیماری شدید دارن و اونها معمولا حقشون تضییع میشه. بنابراین قانون باید اینجا دفاع بکنه از حقوق اونها، و قوانینی که الان ما داریم در کشور و در مجموع قوانین کشور، چه قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی وجود داره، بسیاری از مواد این قانونی بسیار قدیمی و قابل اجرا نیست الان. چرا؟ برای اینکه مثلا شما برگردید به 70 سال قبل، 80 سال قبل، که مثلا لفظ جنون در قانون مدنی ما اومده. خب این جنونی که 70 سال 80 سال پیش از این اومده با چیزی که الان ما در دنیای امروز میبینیم متفاوته. به عبارتی تحولات درمانی و تحولات اجتماعی بسیار زیاد، هم از مراکز روانپزشکی، امکانات درمانی، کشف داروهای جدید، باعث شده که واقعا اون سیر قدیم که بیماران طی می‌کردن و از جامعه مطرود می‌شدن و اونها رو بیرون شهرها نگهداری می‌کردن، الان تقریبا وجود خارجی نداره. و اون تلقی که قبلا از بیماران شدید روانی میشد، امروز اصلا جایگاهی نداره. اما متاسفانه باید بگیم قوانین همچنان همون قوانین سابقه، و این باعث میشه که یه سری چالش های خیلی جدی برای ما به وجود بیاره، که من مایلم که بعضی از این چالش ها رو به شما، برای شما اشاره بکنم که اینا مقدماتی است برای اینکه چرا ما قانون احتیاج داریم اصلا و مشکلات ما در شرایط فعلی چه هست. یکی از چالش‌های خیلی جدی که وجود داره برای جامعه روانپزشکی و حتی سیستم قضایی این هست که ما برای بستری اجباری مشکل داریم. کشور هیچ قانونی وجود نداره، فقط در حال حاضر قوانین موجود کشور فقط اجازه دادستان رو برای بستری اجباری ضروری میدونن. من خودم توی فرایند تدوین قانون یه ارزیابی خیلی سطحی از مراکز، سه تا مرکز عمده روانپزشکی تهران به عمل آوردم، تقریبا آمار دقیقش رو میدونم، ولی حدود در سال 94 این رقم در اومده، حدود 6500 بستری داشتن اینا تو مراکز روانپزشکی، که 90% بستری اجباری بود، 90%. و بعد آمار ارجایی از سیستم قضایی کشور چیزی کمتر از 600 تا بود، یعنی کمتر از 10%. 90% بستری های اجباری که الان در کشور در مرکز تهران انجام گرفته، اینا غیر قانونی است. خب حالا شما ببینید سیستم قضایی میگه خب بیان از ما اجازه بگیرن. یک، دو، خانواده ها دوست ندارن این کارو بکنن، اصلا یه فضای پنهانکاری وجود داره، دوست دارن بیارن بیمارشون رو بستری بکنن، کمک بگیرن، درمان بکنن، برن و در گیر سیستم قضایی نشن. خب این 90% ما با چی کار بکنیم؟ عملا اگر روانپزشکی این کارو انجام بده که داره انجام میشه، ولی بیمار یا خانوادهش به هر دلیلی برن شکایت بکنن، بیمارستان و روانپزشک مقصر. خب باید چی کار کرد اینجا این وسط؟ این خلأ قانون نیست. البته خوشبختانه در کشور ما این پدیده شایع نیست که بیمارا برن این کار انجام بدن، ولی به هر حال قانون نداریم دیگه. یکی از پس چالش های خیلی جدی اینه. دومین چالشی که من میخوام بگم، تبعیض چقدر وجود داره در این رابطه. دومین چیزی که به نظر من ضرورت داره بگم، خدماته. شما ملاحظه بفرمایید که الان خدمات درمانی، منظورمه و دسترسی به خدمات درمانی، مثلا شما اورژانس 115 کشور تماس بگیرید به این بیماری جسمی،
پوری اقدام میکنن، پوری میان دنبالتون میبرن، ولی برای بیمار روانپزشکی نمیان. در حقیقت هیچ مرکزی تو ایران نمیاد. خب حالا شما تصور بکنید که چه تفاوتی وجود داره بین یک بیمار روانپزشکی که حالا به دلیل یک حالت حاد روانی پیدا کرده با یه مشکل قلبی، یه مشکل گوارشی، یه مشکل مغزی. خب عزیزانی که توی اورژانس کار میکنن میگن ما آشنایی نداریم، تسلط نداریم، حالا شرایط نیست، امکانات میخوایم و قصه الاخص. ولی از اون مهمتر اون چیزی که اون عزیزان میگن، میگن خب ما نیاز داریم به حمایت. یعنی بعضی وقتا بیمار به دلایلی که دچار ناراحتی خاصی هست، ممکنه عصبانیت داشته باشه، پرخاشگری داشته باشه، نیاز به حضور نیروهای امنیتی و پلیس باشه و نیروی انتظامی شرکت بکنه. در وظایف اونام نیست. یعنی اونجایی که مداخله، شما فکر کنید یه خانواده ای که یکی از عزیزانشون مشکل پیدا کرده و زنگ میزنه، حالا فرض بگید عصبانی ناراحت، زنگ میزنه به این به اون، هیچ کس هم جواب نمیده و خب چی کار باید بکنم؟ یعنی هیچ سیستم حمایتی وجود نداره. من یه مداری هم دارم قلیستر میگم برای اینکه موضوع از دزدی مخصوصا عزیزان و جوانان حقوقدان بیشتر روشن باشه که مشکل چی هست. پس یکی هم اینه، این مشکلی که وجود داره. سومین مشکل بیماران کیفری ما هستن. شما متوجه هستید که الان بیماران کیفری ما معمولا خدمات روانپزشکی بسیار محدودی میگیرن. از اون بالاتر ما به دلیل اینکه یک مرکز به اصطلاح حفاظت شده برای درمان بیماران نداریم، عملا چه کار میکنن؟ بیمار رو حالا اگر که زود کمک بخوان بکنن میارن توی مراکز روانپزشکی معمول. حالا طرف مجرمه یا متهمه، هرچی هست، دست و پاش رو به تخت میبندن و بعدم دو نفر پلیس هم بالا سرش میذارن و خب حالا شما بغلش یه مریض دیگری خوابیده، اون طرفش یه مریض دیگری خوابیده. شما فکر کنید مثلا چه اتفاق میفته؟ اولا حقوق این شهروند پامال میشه، از اون طرف حقوق اون شهروند پامال میشه، مخصوصا اگر یه جرم نگران کننده ای رخ داده باشه. خب طبیعتا باعث میشه که هر دو طرف دچار تنش بشن و این اصطلاح مشکل ایجاد میکنه. حالا بعدا توضیح بیشتر میدم، من فقط سرلوها رو دارم میگم، بعضی از اینا رو من باز میکنم. سومین موردی که ما داریم بحث قیمومت هاست که من اشاره خواهم کرد، گروه های ویژه کودکان نوجوانان هست و بالاخره ما هیچ قانونی حمایتی نداریم که اینا رو به اصطلاح از محرومیت اجتماعی، شغل، اینا حفاظت بکن. سیستم های بیمه‌ای هم که دیگه داستان عجیب و غریبی داره. با این توضیحات من فقط بعضی از اینها رو، بعضی از این عواملی که گفتم رو با توجه به محدودیت وقت باز میکنم و بعد میپردازم به خود متن قانون که به اصطلاح چه چیزایی رو پاسخ میده. ببینید توی بستری اجباری ما گفتم که ما باید بستری کنیم، راهی نداریم. بستری اجباری هم معنیش اینه که خلاف نظرمون، وقتی که آسیب برای خودش یا دیگران و اعضای جامعه ممکنه ایجاد خطر نباشه، همون چیزی که تو قانون حالت خطرناک عنوان شده، خب باید بستری بشه. عرض کردم خانواده‌ام قائل نیستن که برن از سیستم قضایی بیرون، یواشکی میخوان بیان، از اون شهرم یواشکی میان، هیچ کس نفهمه که مریض هستن، همون انگ بیماری رو میخوان کنترل بکنن. بنابراین مشکل داریم. خب نیروی انتظامی رو اشاره کردم. نکته بعدی اینه که ما در مورد این گروه از بیمارا قانون نداریم که چجوری بستری بکنیم. مردم هم حاضر نیست. این یه نکته است که من اشاره کردم. نکته دوم، حتی اون 10% که قوه قضاییه یا دادستان محترم ارجاع میده، اونجا هم استقلال پزشک و روان پزشکی که معالج اصلا دیده نمیشه. یعنی حتی در بسیاری از وقتها دستور قضایی میاد چشم بستری کن. حالا اگر پزشک معالج بگه نه نیاز نداره به هر دلیلی، یا بخواد اصلا ترخیص کنه بیمار رو، عملا این اختیار نداره. و شما فکر کنید یه بیمار رو ممکنه که برای مدت ها، حالا تجربه من اینه که گاهی اوقات چندین ماه یا حتی چندین سال در مراکز نگهداری نگهداری میشه، مرتبم سیستم قضایی دستور میده فعلا مرخص نکنید. خب این چی یعنی چی؟ یعنی حق چی داره پامال میشه اینجا؟ بنابراین یه قسمت مهمی که من
به اصطلاح من مایل هستم که به عنوان یه چالش جدی باش روبرو هستیم اینه. و در واقع اینها جناب دکتر جز 10% هستن که فرمودید دیگه. تازه جز 10% هستن که قوه قضایی معرفی میکنه، نه اون 90%. بله. خب بنابراین ما یه مشکلی وجود داره اینجا برامون، چون اونا بلا فاصله یا از طریق سیستم پزشکی قانونی متوجه میشن به هر دلیلی مثلا مجنون مریض، و مجنونم به اصطلاح که اگر یه احساس بکنن که حالت خطرناکی برش مترتبه بلا فاصله میفرسن. چالشی که ما داریم اینه که ما این واژه جنون رو نمیفهمیم چیه. این واژه جنون اگر بخوایم من خلاصه برای شما بگم، یک لغت و واژه ای است که واقعا هیچ تعریف مشخصی رو ما نداریم ازش. تو سیستم قضایی هم نیست. شاید اینکه نفع و ضرر و حسن و عقوق و از این جور چیزا بخوام بگن، اصلا این کافی نیست برای اینکه ما یک کسی رو بگیم مجنونه. و من خود جناب آیت بشیری هم در جریان هستن مفصلا، چون جد ابتدای تدوین قانون در جریان بودن و جزء مشارکت کنندگان اصلی بودن. ببینید واقع قضیه اینه که این واژه مبهم است. ما در مقابل بیماری شدید روانپزشکی واژه فارسی گذاشته به نام روانپریش، و این روانپریش اصلا معادل جنون نیست با اون تعریفی که میکنن، چون ما بعضی افراد رو ما روانپریش تلقی میکنیم، بسیار توانمندن، توانایی بسیار خوبی دارن و مشکلی ندارن. بعضی وقتا بیمارانی هستن که دوره خاصی مشکل پیدا میکنن، بعد فعالیتشون کاملا نرماله، طبیعیه. همه اینا میشه لفظ مجنون برایشون مترتب کرد. منتها این برچسب وقتی به بیمار چسبید، دیگه سیستم قضایی کندنش کار حضرت فیلی. خب حالا یه کسی که تو این دوره به هر دلیلی دچار بیماری شدید روانپزشکی میشود و نیاز به خدمات درمانی دارد، اگر از طریق سیستم قضایی بره و بره تو اون سیستم، دیگه پا کردن این برچسب و لیبل محال خیلی وقت بسیار مشکله و تبعات به اصطلاح شهروندی برش داره، بسیاری از حقوقش رو از دست میده. بنابراین ما در بستری اجباری و زبان مشترک با سیستم قضایی نداریم. الان عرض کردم این قوانین ما مال تقریبا میگم حدود 70 80 سال قبله، اگرچه که در سال 52 این واژه از قانون حذف شد، ولی در سال 61 و 92 آخرین قانون مجازات اسلامی باز هم واژه جنون وارد شد و مونده. بنابراین مشکلی که الان داریم با این واژه است. البته خوشبختانه من اینم باید بگم، با تعاملاتی که ما با سیستم قضایی و قوه قضاییه داشتیم، بسیاری از کارشناسان اونها عزیزان هم متوجه شدن که این واژه ابهام آمیزی است و نمیشه با اون بسیار از بیمارا رو تکلیفشون روشن کرد. خب من از این واژه میگذرم. در خصوص بیماران کیفری مایلم یه توضیحی بدم با توجه به محدودیت وقت، اگر بعد سوالی بود در قسمت پرسش و پاسخ جواب میدم. در مورد بیماران کیفری، ببینید بیماران روانپزشکی به دلیل ماهیت علائمی که دارن، ممکنه اون علائم آزاردهنده برای دیگران افراد جامعه باشه، یا شعاری بدن، یا مسئولی رو مورد خطاب قرار بدن، یا توهینی بکنن. اتفاقی که الان شایعه میفته اینه وقتی که اینها تو سیستم قضایی درگیر میشن یا پلیس درگیر میشه، اولین قسمتش کتک خورد، علی رغم که حتی او و یا خانواده اذعان کنن که به اصطلاح مشکل روانی داره، تا میاد این پروسه طول بکشه و به دست یه روانپزشک برسه. متاسفانه ما شاهد بودیم، من خودم بارها شاهد بودم، بیماری که به هر دلیل بیماریش اوت کرده و الان حالت حادی پیدا کرده، توهین به یه مقام مملکتی کرده، توهین به یه وزیری، وکیلی، سفیری کرده، مورد ضرب و شتم جدی قرار میگیره و حبس و زندان، و بعد متوجه میشن که حالش خوب نیست و بعد میارندش. در حالی که همه جا دنیا به محض اینکه اظهار بشه که این فرد مشکل روانپزشکی داره، سیستم قضایی موظف کار کارشناسی بکنه و قبل از اون که هر اقدامی بکنه تکلیفش از این نظر روشن بکنه. این مال تازه اول ماجراست. بسیاری از بیماران کیفری هم که اونها هم جرمی رو
مرتکب شدن یا متهم به جرمی هستن، اونها ممکنه مشکل روانپزشکی داشته باشن، ممکنه که نتونن بسیاری از حرفاشون رو بزنن یا حرفایی که میزنن ناشی از بیماریشون باشه. تو فرایند دادرسی خب اینا اگر مشکلشون نتونن بگن باید حتما مشاوره روانپزشکی بگیرن. این البته خوشبختانه اخیراً دریچه‌اش باز شده، بهتره، ولی همچنان ما با مشکل مواجهیم. یا بیمارانی که به هر دلیل در پس از خاتمه دادگاه محکوم شدن و ممکن تو زندان اینا مشکل پیدا بکنن، خب اینم یه معضلیست واقعا که اونجا خدمات روانپزشکی به سختی گرفته میشه. چرا؟ برای اینکه بیماری‌های جسمی معمولاً چون علائم عینی تری دارن، مثلا طرف استفراغ میکنه، اسهال داره، دلدرد داره و همه متوجه میشن، زودتر رسیدگی میشه تا بیمار روانپزشکی. ممکنه اون رو به عنوان بهانه، به عنوان به اصطلاح اینکه تظاهر به بیماری میکنه تلقی بشه. معمولا به اصطلاح من آمار دقیقی ندارم، ولی زمانی که این علائم شروع میشه تا به دست یه روانپزشک بشه گاهی بوده یک ماه طول میکشه. و شما فکر کنید یه بیماری اگر اینقدر طول بکشه و زودتر اقدام نشه برای درمانش، خوب حقش از بین میره دیگه. اینم بالا بیماران کیفری است که واقعا مشکلی داریم ما در کشور و درمانشون هم که عرض کردم تو همه جای دنیا برای بیماران کیفری، همه جا که میگم اکثر جا، اینها مراکزی دارن که تحت حفاظت شده است، بیمارستانش که تحت حفاظت شده یه سیستم قضایی کشوره. ما تو کشورمون نداریم. اونجا بیمارانی که مشکل پیدا میکنن کیفری هستن، در داخل اونجا کار درمانی انجام میشه، حفاظتش هم با سیستم قضایی است و پلیس قضایی، بنابراین مشکل نداره. ما در ایران متاسفانه چون بیمارستان رو نداریم، و جهت اطلاع عزیزان بگم که اگر اشتباه نکنم مسببه 12 اردیبهشت 39 یعنی چیزی حدود تقریبا 60 سال قبل توی قانون اومده که قوه قضاییه مکلفه که مراکزی رو برای درمان و نگهداری این بیماران تحت پوشش سیستم قضایی کشور فراهم بکنه. الان 60 سال از اون قانون گذشته است و ما هنوز داریم فریاد میزنیم که این هم چیزی لازمه، به خاطر اینکه اولا بیماری که به هر دلیل متهم است، جرمی رو مرتکب شده، حفاظتش مهمه، ولی اینکه بیاید دست پاشو توی بیمارستان عمومی یا بیمارستان روانپزشکی به تخت ببندی بجون که مجرمه و بعد بخوای کار درمانی بکنی، کار درستی نیست. بسیار از بیمارا ترجیح میدن تو زندان باشن، علائمشون تجربه کنن، ولی نیان اینجا دست و پاشون رو تمام طول مدتی که بستری هستن مثلا یک ماه ببندن. اونجا میگه تو زندان آزادترم، راحتترم و این درسته. و که بعضی از کشورهای اروپایی که بیشترشون دارن این مراکز تحت حفاظت شده، ولی ما تو ایران متاسفانه نداریم. یعنی یه خلأ بسیار جدی وجود داره. توی این من همینجا لازم بگم تذکر توضیح بدم که توی این قانون یا ببخشید لایحه حمایت از حقوق بیماران روانپزشکی این دیده شده که من حالا توضیح مختصری بعدن خواهم داد. گروه دیگری از بیماران که اینا، ببینید من هم چالش ها رو میگم هم که چرا ما قانون احتیاج داریم. گروه دیگری که کم هم نیستن افرادی هستند که به هر دلیل تحت قیمومت هم کسانی قرار میگیرن یا صغیر باشند یا مجنون باشند یا من نمیدونم برشکستگان و اینجور چیز هم هستن، اینا اطلاع قانونی دقیقی ندارم، ولی واقعیش اینه که خب لفظ مجنون رو که ما باش گفتیم مشکل داریم. قوانین قیمومت ما الان چالش هایی که داریم اینها هست. اولیش اینه که این قانون ها 0-1 متاسفانه. یعنی چی 0-1؟ یعنی یا یک کسی میتواند اداره امور زندگی خودش رو به عهده بگیره یا اصلا نمیتواند. خب این حد وسطی وجود نداره. بنابراین یک کسی که یه مشکل روانپزشکی پیدا کرد و محجور شد، خب از تمام امکانات که برای فرد خودش لازمه، از تمام بسیار از فرصت رو از دست میده. توانایی اداره مالیش رو نخواهد داشت، حساب بانکیش نخواهد داشت، توانایی خرید، فروش، هیچ چیز نخواهد داشت.
خب حالا این اگر یه بیماری باشه که خیلی شدید باشه و واقعا ناتوان باشه، به این معنی که اون عزیزان تو سیستم غذایی برش وقوف دارن، خب شاید مشکل نباشه. ولی من به جرئت به شما میگم که درصد بسیار زیادی از بیماران توانایی دارن، تواناییشون به حد اقل ممکنه وضعی برسه، گاهی هم تواناییشون به حد اکثر برسه، به خصوص پس از درمان. خب حالا اینا چی بشه؟ حالا شما فکر کنید پدری سرپرست خانواده ای محجور میشه و بعدم داره میره سر کار، کارش هم میکنه، داریم از اینا زیاد داریم، توانایی کار داره، کار میکنه، خب بعد نمیتونه حقوقشو بگیره، نمیتونه هزینه بکنه، باید یکی دیگه براش قیمش بره بگیره. و بسیاری معضلاتی که ما برای این عزیزانی که تحت قیم اومدن. پس این داستان صفر و یک داستانش که تو قانون ما باید این از بین بره، یعنی ما باید رده بندی بکنیم تا چه سقفی رو فرد میتونه خودش تصمیم بگیره، تا چه سقفی رو نمیتونه. این کاری که همه دنیا کردن توی قوانین جهانی هم این اصلا روشنه که این حق خودشه و سقف رو تعیین میکنم. یه مشکلی که ما داریم این صفر و یک. مشکل دیگری که تو قانون قیمت ما داریم اینه که مادام العمر، احکامی که صادر میشه احکامیه که به اصطلاح اگر کسی درخواست نکنه معمولا میمونه تا آخر عمر، در حالی که توی قوانین جهانی مخصوصا WHO تأکید داره که این حقوق باید به صورت محدود، یعنی زمان محدودی از فرد گرفته بشه. به عبارتی این مادام العمر باید از بین بره و باید یه سقف زمانی داشته باشه که مثلا چه مدتی اینها میتونن از این محرومیت استفاده از فرصتاشون تازه به نسبه مطلق برخوردار باشن یا برخوردار نباشن. اینم یه نکته است. تو قوانین ما هم چیزی نیست و من به شما عرض میکنم که بسیاری از آدمای فرهیخته این کشور ممکنه به دلیل بیماری محجور شناخته بشن، بعد حالشون بهتر بشه، ولی متاسفانه کسی که محجور، حالا در آوردن از هجر کار بسیار سختی، اصلا ساده نیست. و خب این حقوق کی پایمال میشه؟ حقوق یه فردی که یه دوره از بیماریش رو تیک خیلی بهتره، تو اون دوره واقعا مشکل داشته، نیاز داشته به حمایت قانون، ولی الان میتونه مسئولیت رفتارش رو و امکانات خودش رو بر عهده بگیره. بعد این بسیار سخت توی دنیا، اولا این قوانین به صورت نسبی است، یعنی توانایی های فرد تعریف میشه و بعد میگن که این در چه حدی میتونه توانایی داشته باشه نداشته باشه، چه امکانات میتونه استفاده بکنه. و آخرین نکته در مورد قیمومت اینه که ما مکررن بازرسی و ارزیابی اوتوماتیک دارن که این تو بعضی از کشورها هر 6 ماه یه باره، 1 سال یه بار، 2 ماه یه باره بعضی از مواردشون، ولی تو کشور ما هم چیزی اصلا وجود خارجی نداره. و من که با عزیزان قوه قضاییه و بعضی از قضات سر کله دارم میزنم، همش میگن که خب محجوره دیگه، تموم شد رفت. یعنی اصلا تو مخیله این عزیزان و من تعجب میکنم نمی گنجه که اینقدر تحولات علمی رو رخ داده. اصلا ما بیماران سابق و اونا که به قول و زن میبستند و توی شهرها میگردن اصلا هم چیزی نداریم الان این دوره نمون. ما الان افتخار میکنیم تو کشورمون که بسیاری از تختای روانپزشکون در بیمارستان عمومی و از اون فضایی که بیماران را پرت شهر دور شهر توی جابون اونا را جمع بکنن اصلا همچی چیزی ما نیم. بنابراین قوانین یه اشکالات بنیادی از این نظر داره و متاسفم که این را عرض کنم که بعضی از عزیزانی که حقوقدان هم هستن و سنی ازشون گذشته است. آقای دکتر اونها هم عذر میخوام میونه یعنی کلامتون اگر صدای من رو دارید، اعتقادشون برای مجنون و مهجور اینا بشه. یعنی اونجایی که من فکر میکنم از حقوق شهروندی این عزیزان باید دفاع بشه. جانم بفرم صدای من رو دارید؟ یک مقدار فکر میکنم ارتباطمون دچار اختلال شده، صدای همدیگر رو با تأخیر زیاد داریم و
صدای جنابالی هم با تصویرتون فاصله چندین ثانیه ایجاد شده. فکر میکنم یک بار باید ارتباط رو قطع کنیم جناب دکتر و دوباره برگردیم. بله بله. ارتباط رو قطع میکنم و مجددا برمیگردم. در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. معذرت میخوام. سلام مجدد جناب دکتر. سلام، خسته نباشید. حالا صدا بله من صدا شما رو دارم. فکر میکنم بهتر شد. ما از اونجا که میفرمودید افتخار ماست که در بیمارستان بخش در بخش عمومی بیماران روانی رو بستری میکنیم. از بله اونجا بله. عرض میکردم دوچار اختلال بله. عرض میکردم که ما الان اگر سیر تحول مراقبت از این بیماران رو بکنیم واقعا از زمین به آسمون اومده. از یه مراکز دور از شهر و یه وضعیت بسیار افتضاح الان اومده تو مراکز قلب شهرها، تو بیمارستان‌های عمومی، دانشگاهی، بخشای بسیار تر و تمیزی وجود داره. خب حالا شأن این آدما که این وضعیت رو داره، خب حالا اون قانون هم باید اصلاح بشه. همه این حرفا من چون وقت من محدود هست میخوام عرض کنم که این چالش هایی که ما الان داریم ضرورت وجود یک قوانین که بتونه حمایت بکنه از این عزیزان. شما میدونید مثلا فرض بگی الان اگه کسی برای استخدام بره سابقه ناراحتی روانی داشته باشه فوری ردش میکنه، به چه علت نمیدونم، این حقوق شهروندیشه. یا اگر شاغل باشه به هر دلیل مشکل پیدا بکنن، اگر قرار دادی هرچی باشه اول میگن برو بیرون. و این اصلا یه چیزی بسیار خطرناکی برای کشور ما. این رو در حالی من میگم که گذشته درمان بیماران روانپزشکی در تاریخ ایران بسیار درخشانتر از اروپا بوده. اروپا بسیار خشنتر با اینو برخورد می‌کردن، ولی الان فاصله ما با اونا بسیار زیاده. اما برگردم ببینید به این قانون منتال اکت یا قانون بهداشت روانی، واقعیتش قضیه اینه که زمانی که ما شروع کردیم در سال 82 برای تدوین این پیشنویس تقریبا میتونم بگم کشورهای منطقه نداشتن، ولی الان میتونم به جرات بگم همشون دارن ما نداریم. بوده 16 سال گذشته است. یعنی آمار WHO اینه که 90% 96% کشورهای اروپایی این قانون رو دارن. افریقایی ها 67%شون دارن. این آماری که میگم مال تقریبا 2014 است. حالا اگر اضافه شده باشه حتما است. و کشورهای آمریکایی باز 60% دار، 64-65% دارن و کمترینش تو منطقه خاورمیانه است. و ما جزوی کشورهایی که نداریم. و جالبه که وزارت بهداشت هم معمولا توی گزارش دهیش می نویسه که در حال تدوینه و الان 16 سال این جریان مونده. یعنی اونها قوانینی رو وضع کردن که معمولا حرمت و کرامت انسانی اینا رو حفظ بکنه. برای بستری اجباریشون قانون وجود داره، برای درمانشون قانون وجود داره، قانونی که پوشش داره و البته سیستم قضایی هم پشتیبان اون هست. بنابراین این خلأ باعث شده که مشکلات جدی ما داشته باشیم. من تقریبا با رؤسای مراکز روانپزشکی وقت صحبت میکنم روزی هفته ای نیست که اینها رو بخوان چرا این اتفاق افتاده، چرا اونو بستری کردید، شما مگه به اصطلاح پلیس هستید که افراد رو بستری میکنید و خلاف قانون عمل میکنید، جریمه میکنن. من با قوانین فعلی مشکلی وجود نداره این به اصطلاح حرفا، ولی وقتی که شما بیاید حقوق انسانی رو در نظر بگیرید طبیعتاً مشکل داره. به همین دلیل از سال 82 اواخر سال 82 وزارت بهداشت ضرورتش رو مسئولانش احساس کردن و اون رو دادن به اصطلاح به انستیتو روانپزشکی تهران. یه تیمی که بنده مجریش بودم تشکیل شد از کسانی که من الان میخوام فرآیند تدوین قانونم یه اشاره بکنم که عزیزان در جریان باشن.
یه تیمی تشکیل شد که یک اینا تجربه کار توی کمیسیون‌های پزشکی قانون کشور داشته باشن، بین دانشگاهی باشن، چند دانشگاهی باشیم، ترکیبی از روانپزشک، روانشناس باشه و حتی مددکار، و اینها نشستن در عرض تقریبا 2 سال با مرور قوانین منتال اکت در دسترس جهان و قوانین موجود یک پیشنویس اولیه رو فراهم کرد. این پیشنویس برای تقریبا 60 مرکز و استاد فرهیخته و پیشکسوت فرستاده شد تا نظر بدن و نظرات جمع شد. خوشبختانه 80% پاسخ دادن. مراکزی که میگم اهم از قوه قضاییه، وزارت دادگستری، دیوان عدالت، کمیسیون‌های مجلس، حتی شورای نگهبان، مجمع تشخیص مسئله، همه جا. منظورم میگم دیگه بخت شما را نگیریم. بعد موارد اختلافی در اومد که چه جوریه، که کجا دیدگاه‌ها با هم مختلفه. اون دیدگاه‌ها در اومد توی کارگاه کشوری که تقریبا نزدیک 40 نفر از پیشکسوتان کشور بودن در مشکین دشت کرج، اون موارد اختلافی به بحث گذاشته شد و نتایج جمع‌بندی 2 روزه اون کارگاه این شد که به یه سمتی رفتیم، یعنی انتخاب کردیم چی اکثریت گفت. این پیشنویس تهیه شد، به وزارت بهداشت داده شد، وزارت بهداشت اون رو داد به مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی و تاریخ پزشکی دانشگاه تهران. اونجا آیت بشیریه که زحمت زیادی کشتن با یکی از همکاران دیگر حقوقدان و آیت میلانی فر و در صورت لزوم مشارکت بعضی از حقوقدان ها، این پیشنویس به صورت مواد قانونی در اومد که اون هم داده شد به وزارت. اون هم تقریبا یه پروسه طولانی 1 سال و خورده طول کشید. بعد وزارت بهداشت گفت آقا اینا طولانیه، این قانون زیاده، 112 ماده بود. دوباره یه پروسه ای دعوت کردن عزیزان رو، آمدن شد 50 ماده. این 50 ماده باز به وزارت بهداشت برگردنده شد و دیگه یه پروسه ای که تحولات سیاسی کشور دیگه مدتی خاموش بود تا سال 90 بکنم 3 یا 4 اگه اشتباه نکنم، که دوباره استارت مجدد خورد و دیگه این دفعه توی به اصطلاح وزارت بهداشت و بالاخره فرستاد توی دولت، دولت هم فرستاد کمیسیون اجتماعی و چند ماهی حدود تقریبا 15-16 جلسه هم اونجا برگزار شد، نظرات کارشناسی اونا گرفته شد. من عذر میخوام یه چیزی رو نگفتم لازمه بگم. بعد از اینکه مواد قانون تشکیل شد، کارگاه کار کارشناسی مجدداً با تمام دانشگاه‌های حقوق و به اضافه مراکز قضایی و بسیاری از آدم‌های شاخص کشور ارسال شد، نظرات کارشناسی اونا گرفته شد. باز موارد اختلافی توی کارگاه دوم کشوری در موزه تاریخ پزشکی با حضور حقوقدانا، روانپزشکان، روانشناسان، مددکاران و صاحب نظران تشکیل شد. اونم یه کارگاه 2 روزه بود که موارد اختلافی به اصطلاح به بحث گذاشته شد و اون عزیزان نظراتشون رو گفتن. جمع‌بندی اون خلاصه این شد که اون 112 ماده‌ای به وزارتخونه ارائه شد. سرانجام بالاخره تلاشی که عزیزان تو وزارت بهداشت کردن و تیمی که تدوین کنندگان بودن و پیگیر و پاسخگو بودن، نهایتاً این قانون در تاریخ 24 آذر ماه سال 98 به صورت در هیئت دولت مصوب شد، به صورت لایحه رفت بر مجلس. خب حالا این قانون چی توشه؟ من فقط بعضی از اونا رو که هست و فقط اشاره میکنم و رد میشم و منتظر پرسش پاسخ میمونم. تو این قانون برای بستری اجباری به اصطلاح موادی گنجونده شده که چه شرایطی هست. فقط خلاصه میگم برای بستری اجباری باید حداقل توافق 2 روانپزشک باشه و پزشک قانونی هم باید بیاد اوکی بکنه که مشکل قانونی نداشته باشه. خب برای بیماران کیفری باز به اصطلاح مواد قانونی وجود داره. برای بیماران تحت قیمت این به اصطلاح چیزایی که عرض کردم اونان زهر وجود داره درش که باید زمانمند باشه، 0 و 1 نباشه و به اصطلاح صورت مرتب بازبینی بشه. برای بیماران میهی وجود نداره، پیش میهی وجود
داره عرض میکنم بیمه الان شرکت های بیمه خصوصی که اصلا بیمه تکمیلی این بحران نمی کنن. یعنی واقعا جای تعجبه، تأسفه که مثلا فرض بگی برای یه جراحی بزرگ بیمه تکمیلی میکنن، برای یه بیماری که میخواد دو بار در سال بستری بشه یه بار بستری بشه بیمه تکمیلی وجود نداره و زیر بار نمیرن و خدمات بیمه دولتی هم محدودیت برای این قبیل بیمارا متاسفانه گذاشتن. یعنی کسی دیابت داشته باشه 6 ماه بستری باشه بیمه حمایت میکنه، در حالی که اگر بیمار روانپزشکی باشه 56 روز بیشتر سرویس در سال نمیده. نمیدونم این عددو از کجا اومده. وظایف نیروی انتظامی مشخص شده، وظایف پول به اصطلاح اورژانس کشور مشخص شده، پیشبینی بیمارستان قضایی شده و حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده تا اونجا که امکان داره. انگ رو اگر کسی توهین به اینا بکنه براش پیشبینی شده و حق تحصیل و حقوق شهروندی در اون دیده شده. به هر حال یه مجموعه ایست که من امیدوارم که به اصطلاح در صحن مجلس اگه قرار بره بشه، حضور کارشناسان حقوقی و جوانان عزیزی که به اصطلاح با اطلاعات روز حقوقی دنیا روبرو هستن بتونن دفاع بکنن جمع مختلف حقوق این بیماران که واقعا پایمال میشه الان در شرایط فعلی، اون رو ما بتونیم احیا بکنیم و یه مجموعه قوانینی که ما تقریبا توی کشورهای منطقمون یه ذره عقب هستیم تصویب بشه. این پروسه تا حالا از سال 82 که شروع شده تا الان از اینکه 17 سال گذشته و فعلا نامه چند ماهیه که به صحن مجلس رفته. من در خدمت شما هستم، اگر سوال جوابی هست در خدمتتون باشم. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر نصر اصفهانی، بسیار بهره بردم شخصا از مطالبی که فرمودید. برخیش رو جناب آقای دکتر من خودم شخصا و به صورت عملی باهاش مواجه شدم با توجه به تحقیقی که در بیمارستان رازی داشتم در خدمت آقای دکتر فدایی و این موارد رو به صورت عملی احساس میکردم. از جمله اینکه پرونده های بیماران رو وقتی مطالعه میکردم با یک تعداد قابل توجهی از افراد روبرو شدم که اینها سابقه بیماریشون تشخیص داده شده بود، دچار فرضاً توهم و هذیان بودن، اما بعداً ارجاع داده بودن این افراد رو به محیط زندان و در محیط زندان مرتکب جرائم جدید شده بودن. یعنی افرادی که دارای بیماری قطعی روانی ارجاع میشن به زندان و در اونجا مرتکب جرم میشن، در صورتی که کاملا میشه این افراد رو به صورت دیگری باهاشون برخورد کرد. تو مرکز رازی که شما هستی رفتید اونجا، بعضی بیمارا شاید سالهاست اونجا هست، سالهاست، خب با حکم قضایی. بله بفرمایید. خواهش میکنم. یک موردم در خصوص قانون مجازات اسلامی میخواستم نظرتون رو بدونم. به نظر میرسه حالا طبق نظر مشهور حقوقی ها که الان وجود داره، قانون گذار سال 92 سعی کرد که اقدامات مثبتی رو در خصوص بیماران روانی برداره و یک موردی رو در فرمایش حضرت عالی دیدم، این که الان وقتی نسبت به فردی دادگاه دستور بده که این فرد باید نگهداری بشه در مراکز درمانی، دیگه این دستور علل ابد هستش مگر اینکه حالا خود دادگاه از تشخیصش برگرده. ما یک مواردی رو در قانون مجازات اسلامی حالا مستاقا در ماده 150 باش روبرو هستیم که قانونگذار جدید در قانون اخیر خودش قائل به این توضیح از عدالی شده که شخص بیمار هم حتی میتواند از دادگاه تقاضای تجدید نظر بکنه نسبت به حتی حکم قطعی و یا حتی والدین و روانپزشکانی که در اون مرکز هستن. در این زمینه هم میخواستم نظرتون رو بدونم، آیا این در واقع تفاوت دیدگاهی میتونیم قائل بشیم نسبت به دیدگاه قانونگذار فعلی در سال 92 نسبت به قانونگذار؟ چرا 92 پیشرفتی حاصل شد خوشبختانه. این نکته که شما اشاره میکنید درسته، منتها ببینید ما با سیستم قضایی باید روشن بکنیم که مراکز روانپزشکی مراکز درمانی در کل کشور مراکز نگهداری نیست. شما مثلا فرض بگی توی بیمارستان رسول اکرم یه بخشی وجود داره،
یه تعداد تحتی هزینه بالایی هم میبره برای درمان کشور. شما نمیتونیم اونجا مرکز مراقبتی داشته باشیم. بیمارستان روز به همینجوره، بیمارستان ایران همینجوره، بسیاری از بیمارستان کشور. اینها رو نباید به عنوان مراکز نگه. بله، آیا من نیاز هست مراکز؟ بله، یه خدمات ویژه‌ای داره. الان اتفاقی که داره میفته تو این کشور، حتی بیمارستان رازی قسمت اعظمش الان داره بیمارستان تخصصی روانپزشکی میشه و کار درمانی میکنن. خب و خب ما قدیم اینا رو فقط نگهداری میکردیم، الان خب هم چیزی نداریم. بنابراین حکم قضایی مینویسه مثلا بیمارستان ایران، بیمارستان روز به اینا نگهدار. حالا شما فکر کنید که یه بیمارستانی که خدمات درمانی میده چی کار باید بکنه؟ یه مریض رو مثلا 6 ماه باید نگه داره، نگه نداره مجرمه، باید بیاد جواب پس بده، نگه داره یه تخت رو اشغال بکنه که چی در کنار سایر بیمارا. بعد اینا یه مرکز نگهداری، تجهیزات دیگری میخوان، کارگاه‌های دیگری میخوان، امکانات دیگری میخوان. این دو تا تفکیک نشده. خب وقتی تفکیک نشده، شما دارید عملا یه تختی رو اشغال میکنید که میتونه بیماران با توجه به محدودیت تخت ما داریم در کشور، ما تعداد تختمون خیلی محدوده الان. یعنی شما اگر به آمار مراجعه بکنید، بسیاری از مراکز روانپزشکی 100% اشغال تخت دارن. خانواده‌ها سردرگمن که میرن میگن جا نداریم، جا نداریم، جا نداریم. ولی شما بیاید مثلا یه تعداد از این تخت‌ها رو بگیرید فقط برای نگهداری. الان اینجوریه دیگه. خب این نمیشه. ما باید یه فکر بکنیم. من مراکز به اصطلاح حفاظت شده قضایی که عرض کردم تو این قانونم پیش بینی شده، متاسفانه تو همین آیین‌نامه‌ای که برای این قانون فنی 152 این هست که اینا رو دارن پزشکی. من الان دارم نگهداری. در اورژانسش داستانشون فرق میکنه، درمانشون باز قابل پذیرش، تازه درمانش هم مشکلاتی داریم ما برای این عزیزان. ولی از اون طرف نگهداری اصلا یه مقوله دیگری است. یکی میخواد 6 ماه یا سال نگه دارن، باز باید هم نگه دارن. ولی کجا باید نگه دارن؟ ما صحبتمون سر اونه که اون امکان شرایطی که لازمه برای اون عزیزان، به خصوص اگر محکوم باشن، که داستان اصلا فرق میکنه، باید حفاظت شده باشه، مشکل داریم. من نمیدونم پاسخ شما رو دادم ندادم. بله حتما همینطوره. من سوالات دوستان رو خدمتتون مطرح میکنم. دوست عزیزی پرسیدن که تا چه اندازه افراد دچار اختلال شخصیت مرزی یا اصطلاحاً بوردرلاین مورد توجه این لایحه قرار گرفتن؟ ببینید اتفاقاً سوال خیلی خوبیه اون عزیز کرده. ببینید از بیماری های روانپزشکی حتی داشت اینا اخیراً با درمان هایی کنند درصد بالایشون خوب میشن. یعنی علائم حتی شدیدترین بیماری روانپزشکی اسکیزوفرنیا امروزه با درمان ها خیلی کنترل میشن و جالبه که تو دنیا برای اینا اشتغال ایجاد میکنن و ما الان بسیار بیماران داریم که کار میکنن. متوجه این؟ تو بوردرلاین که اشاره کردن عزیزان، چرا؟ این به اصطلاح مشمول میشه چون اونا دوره های حادی رو دارن که آسیب به خودشون ممکنه برسه، آسیب به دیگری ممکنه برسن. تو اون دوره مشمول این قانون قرار میگیرن. خوشبختانه این بیماری طوریه که با افزایش سن معمولا علائم پروکش میکنه و اینا کاملا نرمال میشن. خیلی هاشون نرمال میشن. بنابراین معمولا از 27 سال 30 سال که بگذره تقریبا علائمشون فروکش آدم های عادی میشن. بنابراین که فاز حاد بیماری رو تجربه میکنن، چون اونا مستمر نیستن، فازهای حادشون ممکنه که به اصطلاح کوتاه مدت باشه، تو مشمول این قانون میشن و تو این قانون دیده شده، تعریف کلی شده، واژگان جدید اتخاب شده. برای این واژگان جدید گفتن که مثلا، مثال میزنم، وجود یک بیماری شدید، 1-2 خطر، احتمال خطر به خود یا دیگران، و 3 اینکه مداخلات فوری نتوان کرد، یعنی مشکل داره. برای اینا مشمول نیست که این فرد رو بستری اجباری کنن. اصلا بیماری روان پزشکی هم نداشته باشه، یه بحران روانی، اونم تعریف شده که اگر مثلا کسی رو بالای ساختمان خودش میخواد بنزه پایین، پلیس رسیده گرفتارش. این رو هم مشهور دیدیم تو این قانون که اینم کمک فوری احتیاج داره، نیاز به بستری اجباری ممکن
باشه، بله، ولی ممکنه 48 ساعت لازم باشه، خب 24 ساعت لازم باشه مداخله صورت بگیره و بعد دیگه نیاز به اینکه 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه این فرد رو نگهداری کنن نباشه. خیلی ممنونم. من سریعاً با توجه به کم بوده وقت مورد بعدی رو خدمتتون مطرح میکنم. بفرمایید. اشاره کردم که از جناب آقای دکتر بخواید در خصوص بیمارانی که شامل این لایحه هستند یه مقدار بیشتر توضیح بدن و اینکه حالا من عیناً میخونم، بیمارانی که اشاره کردن شامل، بیمارانی که مشمول این لایحه هستند شفافتر توضیح بفرمایید و اینکه آیا افراد مبتلا به اوتیسم هم یا افراد مبتلا به اوتیسم با عمل کرده بالا هم جزء به این لایحه محسوب می شوند یا خیر؟ آیا دکتر صدای من رو داریم؟ اول اشاره که ما وقتی میگیم قانون برای بیماران روان پزشکی من منظور برای کلیه بیماران است. بله من صدای شما رو دارم. یک مقدار دوباره نمیدونم صدای من رو دارید صدا و تصویر متاسفانه دچار اختلال شد، تصویرتون رفت. الان اگر یک صحبتی بفرمایید. آها مثل اینکه خیلی تاخیر ایجاد شده، فکر کنم 20 ثانیه‌ای تاخیر ایجاد شده. من اگر اجازه بفرمایید مجبورم مجددا ارتباط رو قطع کنم و دوباره برگردم اگر صدای من رو دارید. اگر صدای من دوباره آقای دکتر من دوباره برمیگردم اگر صدای من رو دارید با خب من فکر کنم یک دور ارتباط رو قطع کنم. آقای دکتر متوجه قطع ارتباط میشن و برمیگردن. من یک دور ارتباط رو... الو سلام مجدد. الو صدای من دارید؟ صدای من مجدد رو ممنونم. امیدوارم داشته باشید. صدا متاسفانه قطع شده بود. جوابی هم صدای من رو نداشتید. مجبور شدم که ارتباط رو قطع کنم. از این بابت پوزش میخوام. من اگر اجازه بدید یک سوالی رو هم به پرسش قبلی در واقع اضافه کنم و هر دو رو تلفیق کنم. و هر دو اشاره دارن، هر دو پرسش به مخاطبان این لایحه یا قانون احتمالی و اون هم حالا مستاقا اشاره کردن دوست عزیزی که آیا بیماران مبتلا به اوتیسم هم مورد خطاب این لایحه هستن یا خیر و دوست دیگری هم در خصوص بیماران عقب ماندی ذهنی اشاره کردن که آیا این افراد هم مشمول این قانون قرار میگیرند یا خیر. بله من عرض کنم که تعریفی که شده چون اسم بیماری آورده نشده و ملاک های رو گفته شده که اگر فرد اون ملاک ها رو داشته باشه مشمول این قانون میشه و بنابراین کسانی که فرض بگید عقلی ذهنی دارند خب توی این قانون اگر که مشکلی ندارند و توانا صدای من رو دارید یا قطع شد صدای من رو دارید؟ صداتون رو داریم اما متاسفانه تصویر قطع شد آقای دکتر. صدای من رو داری؟ تصویر متاسفانه قطع است. آقای دکتر اگر نمیدونم صدای من رو دارید؟ ندارید صدای منم صدای شما رو ندارم پس باید مجددا برگردیم. من عذرخواهی میکنم نمیدونم این مشکل از کجاست. دوباره
سلام عرض شد جناب دکتر. نمیدونم صدای بنده رو دارید. سلام، ممنونم. مثل که بله من صدای جناب عالی رو با تاخیر دارم، امیدوارم که حداقل همجوری باقی بمونه و دچار قطعی نشیم، در خدمتتون هستیم. بله، برای پاسخ دادن به سوال شما، ببینید چون توی این قانون بیماری تعریف نشده، مجموعه ملاکهایی تعریف شده که هر کسی با هر تشخیص روانپزشکی مشمول اون علائم باشه، این قانون برش مرتبه. بنابراین عقب ماندگی ذهنی چون بحث تواناییش هست، این که آیا محجور هست یا نیست و میزان توانایی چقدر مطرح میشه، مشمول این قانون میشه. آتیستیک ها، بیماران آتیستیک هم به همین دلیل، اونایی که تواناییشون بالایتن نه، اونایی که مشکل توانایی دارن و ارزیابی تواناییشون ضرورت داره، مشمول این قانون میشه. بله، و همه بیمارانی که به هر دلیلی نیاز به بستری اجباری داشته باشن. فقط هم فکر نکنید جنون هست که نیاز به بستری اجباری داره، یک بحران روانی هم میتونه باشه، یه بحران حاد بیماری بود، مال یه استرس ممکنه یه کسی اقدام به یه کار خطرناکی بکنه، هیچ بیماری روانپزشکی هم نداشته باشه، اونم مشمول این قانون میشه چون نیاز به مراقبت ویژه‌ای داره. خیلی ممنونم آقای دکتر. پرسیدن که در خصوص بیماران خفیف روانی چه فکری کردید؟ اصلاً هیچ دنیا بیماران خفیف روانی به اصطلاح قانونی نداریم. اونا توانایی اداره خودشون و کاراست بقیه مردم، و اگر آمار کشوری ما رو در سال 92 ببینید، 26.6% افراد جامعه بالای 15 سال مشکل دارن، شما حساب بکنید تقریبا از هر 3-4 نفر یکی، عملا اونا قوانینش و قوانین عمومیست. مثلا یک کسی که استراب داره میتونه خیلی کاراشو بکنه، استرابش هم درمان بکنه، گرچه یه بیماری داره ولی این بیماری مانعی برای فعالیت‌های دیگه‌اش نمیشه و نیاز به قانون نداره. اونجایی که حقوق آدم‌ها به شدت پایمال میشه، اونجا نیاز به حمایت قانون وجود داره. ممنونم. و اینکه آیا این اصطلاحاتی از قبیل دیوانه رو که در تلویزیون یا احتمالاً رسانه جمعی به کار می‌رود رو، این رو شما نوعی برچسب زنی یا انگ زنی محسوب میکنید یا خیر؟ بله. اصلا جوک هایی که ساخت میشه، خوشبختانه یه ماده ای تو این به اصطلاح قانون دیده شده که من بدم نمیاد که اینشو براتون بخونم، موافق باشید که منظورم رو متوجه باشید چه چیزی هست. اگر متنشو الان من براتون پیدا بکنم، کاملا اشاره داره که ببینید متن قانون اینه: توهین به افراد مبتلا به اختلال روانی در رسانه‌های جمعی و غیر دولتی و سازمان‌ها و همچنین تهدید حقوق آنها ممنوع است. و بعدم مجازات داره برای مرتکبین متخلف. بنابراین این دیده یا حقوق شهروندیشون دیده شده. البته هست، بره تو مجلس و چی در بیاد رو نمیدونم. امیدوارم که به شکلی که کار کارشناسی وسیع روش صورت گرفته به همون شکل تصفیه بشه. ممنونم. بله، بنابراین استفاده از لغت دیوانه و مجنون و اینها، تهمت زدن به اینها، اینها تو این لایحه جرم تلقی شده. خیلی ممنونم جناب دکتر. و اینکه آیا جناب عالی برنامه‌های آموزشی سلامت روان رو در صدا و سیما به ویژه در این دوران کرونایی به مصلحت میدونید یا خیر؟ آموزشی راجبه چی؟ در خصوص سلامت روان. والا به اصطلاح من میدونم که هم وزارت بهداشت درگیره، هم انجمن علمی روانپزشکان کشور و هم دانشگاه ها پا به پای همکاران که کار درمانی میکنن برای مراقبت از عوارض روانی خود بیماران و سوک از دست دادن عزیزانشون، پرسنل درمانگر هم از پزشکان و پرستاران و کادر درمانی
پروتکل هایی رو آماده کردن و مداخلاتی رو شروع کردن که بتونن این کار رو انجام بدن. با صدا و سیما هم مکاتباتی صورت گرفته، اونها هم درخواست هایی داشتن، یه سری جزواتی براشون تدوین شده، چقدر مورد استفادهشون قرار گرفته من اطلاع ندارم، ولی ضرورت تام و تمام داره. خیلی ممنونم و با توجه به وقت باقی مانده اگر اجازه بفرمایید من پرسش آخر رو مطرح کنم. بفرمایید. دوست عزیزی که احتمال میدم هم اشاره کردن به بخشی از کتاب استاد عزیزمون آقای دکتر اردبیلی، این پرسش رو مطرح کردن که آیا از لحاظ روانپزشکی در خصوص فردی که حین ارتکاب جرم دچار جنون هست، حالا اصطلاح حقوقیش رو من به کار میبرم، و مرتکب جرمی میشه، این ارتکاب جرم دچار این حالت بوده، آیا میشه تشخیص داد که این ارتکاب جرم واقعا ناشی از همین حالت روانی بوده یا اگر این فرد دچار این حالت نبود باز هم در اون لحظه مرتکب این جرم میشد؟ صدا رو متاسفانه. سوال خوبی است. اولا یه نکته رو باید بگم که الان وضعیت پزشکی قانونی کشور تو این زمینه خیلی خوب. صدا دارید؟ آی دکتر صدا رو دارید الان؟ صداتون صدا دارید؟ صدا رو من صدای شما رو ندارم. تأخیر زیاد داریم، شما بفرمایید. امیدواریم که الو ببینید، عرضم این بود که الان پزشکی کشور پیشرفت‌های بسیار خوبی کرده، واحد روان پزشکی قانونی تشکیل داده، الان کمیسیون‌های پزشکی کشور بسیار فعال هستند و اساتید و همکاران هستند و مشارکت میکنن و این مسئله حل میکنن. در خصوص این سوالی که فرمودید، ببینید که میشه قضاوت کرد متاسفانه صدا قطع هست جناب دکتر و من مجبورم که دوستان عزیز با عرض پوزش مجددا ارتباط رو قطع بکنم. صدا رو اصلا نداریم. آقای دکتر من معذرت میخوام از حضورتون، هرچند صدای من رو نمیشنوید و مجبورم که ارتباط رو قطع کنم. سلام آقای دکتر، برای سلام مجدد. حالا صدا خوبه؟ بله من در خدمتتون هستم تا ارتباط مجددم بد نشده. بله عرض کنم خدمت شما که عرض کردم نمیدونم تا کجا سخنان من شنیدی، ولی پزشکی قانونی از ابتدای پاسخ متاسفانه قطع بود. عرض کردم که خوشبختانه پیشرفت‌های خوبی در پزشکی قانونی کشور صورت گرفته، الان واحد روانپزشکی قانونی داره، کمیسیون‌های پزشکی که اساتید و کارشناسان خبره‌ای داره رسیدگی میکنن، بسیار از موارد رو میتونن این ارتباط بین علائم بیماری و اون بزهی که انجام گرفته پیدا کنن، ولی بعضی وقتا هم واقعا نمیتونن، یعنی نیاز به اصطلاح زمانی که اون اتفاق افتاده، اطلاعات اون زمان برامون خیلی مسجل نیست، مخصوصا اگر این فاصله طولانی شده باشه قضاوت کمی مشکل تره، ولی اگر در فازی که ما میبینیم مریض هنوز علائمش باقی باشه و بشه ارزیابی کرد یا بستری شده باشه علائمش داشته باشه، میشه ارتباط رو برقرار کرد و گفت که آیا اون بزه ناشی از علائم روانپزشکی است یا نیست.
خیلی ممنونم جناب دکتر نصرستانی. منم متشکرم بسیار از شما. استفاده کردم از فرمایش های جناب آقای دکتر نصرستانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، استاد برجسته کشور و روانپزشک. اگر اجازه بفرمایید جناب دکتر، من به برنامه فردا اشاره بکنم که در خدمت جناب آقای دکتر غلام حسین الهام هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، با موضوع طرح کاهش مجازات حبس از منظر دادرسی اساسی. آقای دکتر، اگر فرمایش پایانی مد نظرتون هست در خدمتون هستم. نه، من فقط تشکر و قدردانی میکنم از جناب عالی و آقای دکتر بشیریه که زحمت این برنامه ها رو میکشن. انشالله که موفق باشید و معید. خیلی ممنونم، منم خدافظی میکنم از شما. ممنونم، آرزوی سلامتی داریم برای حضرت عالی و همه دوستانی که با ما همراه بودن و همه بیماران عزیز کرونایی. شب شما بخیر و خدا نگهدار. شب شما بخیر، خدافظ شما.